بعدی و از دیشب همه رسانه‌های مهم جهان پرداختن به عملیات امداد رسانی به هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و امروز هم خبرش رو دارن کار میکنن. بیشتر اصلا بشنویم هر کشور چه رسانه‌هایی بیشتر پرداختن به این موضوع. رسانه‌های جریان اصلی در کشورهای غربی خبر یکیشون مدت 24 ساعت و همچنان هم به صورت ویژه به دقت دنبال میکنن و خب انتظار این رو هم میکشن که مقامات خودشون واکنشایی به اون چیزی که خبری که ساعتی پیش اعلام شد نشون بدن. ولی واقعیتش اینه که اگر نگاه کنیم به کسانی که تحلیل میکنن چه در رسانه‌های نوشتاری و چه در رسانه‌های جریان اصلی مثل تلویزیون و رادیو، اون چیزی که مشخصه اینه که در غرب همه اونها میدونن که اون کسی که تصمیم گیرنده اصلی، مجری اصلی در جمهوری اسلامی ایران رهبر علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی فردی در سایه بوده و تصمیم گیرنده اصلی در قبال سیاست‌های کلان خارجی جمهوری اسلامی ایران وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیست و اون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بنابراین چیزی که از الان توجه بهش می‌کنن در طی 50 روز گذشته، 50 روز در پیش رو برای اینکه چه کسی رئیس جمهور خواهد شد، در واقع این به اصطلاح خلأ قدرت نیست، ولی این خلأ اون کسی که بر سر قوه مجریه خواهد نشست و این میتونه برای اونها جالب توجه باشه. اما حساسیت هایی که اونها دارن، میدونن که طی این تغییرات تأثیری نمیگیره، میدونن که میدونیم که بزرگترین حساسیت اروپایی ها به وضوح مسئله حمایت جمهوری اسلامی ایران در حمله نظامی روسیه به اوکراین، میدونن که این تغییر نمیکنه و بعد از اون چیزی که در دریای سرخ میگذره که امنیت تجاری اینجا رو تغییر داده، میدونن که تغییری نخواهد کرد و همینطور نقش برهم زننده امنیت اون چیزی که اونها میخونن در غرب آسیا و دخالت های جمهوری اسلامی ایران در منطقه بقیده اونها چیزی رو تغییر نمیده. ولی برای اونها با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی که بسیار تحت فشاره، جالب توجهه که در این خلأ رئیس قوه مجریه چه اتفاقی طی 50 روز میافته، خصوصا با توجه به اینکه اونها مهمترین دغدغه‌شون چیه، این رسانه‌ها به چی اشاره کردن خب در این خلأ 50 روزه ممکنه چه اتفاقی بیفته که اونها انتظارش رو ندارن؟ چیزی که روشنه، اونها اول از همه به این اشاره دارن که میدونن ابراهیم رئیسی در پی انتخاباتی به روی کار اومده که بعد از او آرای باطله دوم شده و ابراهیم رئیسی در پی انتخاباتی به روی کار اومده که شاهد کمترین مشارکت در بعد از انقلاب بودیم در انتخابات ریاست جمهوری و بعدا هم که انتخابات کم مشارکت مجلس رو داشتیم. این چیزی که رسانه‌های غربی رو بهش توجهشون جلب می‌کنه و اونها انتظار دارن که ببینن اگر انتخاباتی طی این 50 روز برگزار میشه چه مشارکتی رو میطلبه و خب آیا دوباره بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران چیزی است که به چشم خواهد اومد یا خیر. بنابراین این چیزی که انتظار میره، نگاه اونا توجهشون به اینه که در این انتخابات در پیش رو که یک چالش برای جمهوری اسلامی ایران که غیر منتظره است، چون اونا آمادگی همچین اتفاقی رو نداشتن و حتی اونها این رو به سادگی میدونن که ابراهیم رئیسی فردی در سایه علی خامنه ای بوده، ولی در این حال میدونستن که خب او فردی بسیار نزدیک بوده و اوامر او رو اطاعت میکرده و این هر وقت به هر کارشناسی که اشاره میکنه که در گذشته حتی رئیس جمهوریشون احمدی نژاد هم اختلافایی داشته با رهبر جمهوری اسلامی ایران، ولی این اختلافات در حداقل ترین سطح خودش بوده. بنابراین برای اونها جالبه که بدونن که اون کسی که انتخاب میشه در انتخابات در پیش رو کیست و از این طرف برای حکومت یک دست جمهوری اسلامی که مجلس و قوه مجریه همه با هم همسان بودن و همسو بودن و رهبرشون. یک نکته دیگه هم اشاره کنم، ما الان واکنش رسمی از بریتانیا و ایالات متحده نداشتیم. مطمئنا اونها یک واکنش با یک ادبیات دیپلماتیک خواهند داد و تسلیت خواهند گفت، اما لحن اونها بسیار مهمه. باز هم باید تاکید کرد که تحلیلگران پنهان نمی‌کنند که ابراهیم رئیسی متهم از سوی بسیاری به نقض فاحش حقوق بشر در ایران، بنابراین لحن اونها بسیار مهمه که آیا اونها این رو به رسمیت میشناسن یا خیر.